دیوید بیسلی رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا میگوید برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان روی میکانیزم کار در بدل مواد خوراکی و کمک نقدی و نیازمندان صحبت میکنند. مسئولان حکومت با تایید این خبر آن را به نفع اقتصاد کشور خواندند. آگاهان اقتصادی اما میگویند تطبیق این برنامه در کوتاه مدت میتواند مفید واقع شود، اما برای گذار از بحران اقتصادی افغانستان به طرح‌های جامع‌تری نیاز است. جواد درویش گزارش می‌دهد. پول و مواد غذایی در بدل کار، طرح تازه برنامه جهانی غذا برای مردم افغانستان. دیوید بیسلی رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا میگوید برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان روی میکانیزم کار در بدل مواد خوراکی کار میکنند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت نیز با تایید این خبر در صفحه رسمی توییتر خود از ملاقات رئیس اجرایی برنامه غذای جهان با معاون نخست وزیر حکومت خبر داده و گفته که تطبیق میکانیزم کار در بدل مواد خوراکی زمینه گردش پول در مارکت را فراهم کرده و اقتصاد افغانستان را بهتر خواهد ساخت. پیش از این مسئولان حکومت هم گفته بودند که برنامه گندم در برابر کار را به اجرا گذاشتند که بر اساس آن همه‌روزه برای هر نفر در بدل کارش 10 کیلوگرم گندم داده می شود. آگاهان با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان تطبیق این طرح را در کوتاه مدت مفید می دانند، اما نه برای همیش. دنیا به خاطر از اینکه حداقل بتانند کمک‌های انسان دوستانه را به افغانستان برسانند از طریق ناتا و مؤسسات غیر حکومتی و یا بین المللی داره به مردم افغانستان کمک میکنن که حداقل به کوتاه مدت بتانن اینا از شدت فقر در افغانستان جلوگیری بکنن و دقیقا کار است که میتونه در کوتاه مدت مؤثر باشه. پس از سقوط حکومت پیشین و حاکمیت تازه در افغانستان هزاران نفر بیکار شدند. با بیکاری هزاران نفر گراف فقر در افغانستان و بلندترین سطح آن رسیده است. با این وضعیت مردم میگویند هر طرحی که باعث تغییر در دسترخوان آنان شود از آن حمایت میکنند. به نظر من کار خوبی است. اگر اقدام درست صورت بگیره به نفع مردم است، بخصوص به نفع مردم طبقه غریب. چرا که شما بهتر میدانید که از اول هم خود چندان اقتصاد خوبی افغانستان نداشت، ولی بعد از تحولات سیاسی بیخی برهم خورده، این کمک آگش ها بهتر است. از دیدگاه ما خیلی یک کار عالی است، چون آنها پول میتن و در این شرایط فعلی که افغانستان هست قرار داره ما باید کار کنیم و پول دریافت پول بگیریم. در این شرایط خیلی کار واقعا عالی است، چون مردم افغانستان تقریبا 90% یا تا بیشتر از او کلگی به کار احتیاط داره. با این همه دیده شود که تطبیق این طرح چه میزان از مشکلات مردم را حل خواهد کرد. برای بحث بیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با محمد عیسی رضایی استاد دانشگاه و از او پرسیدم در صورت اجرایی شدن طرح کار در بدل مواد غذایی این طرح با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد و تا چه اندازه میتونه مؤثر باشه. به نظر بنده تأمین گندم در ازای دستمزد کارگر در یک مقیاس بسیار کلان که بتانه یک راه حل بنیادی در اقتصاد افغانستان قرار بگیره بسیار یک مسئله دشوار، یک راه حل خواهد بود که نمیتانه این راه حل دائمی باشه، ممکنه در یک مقیاس کوچک به صورت عملی انجام شوه اما در مقیاس کلانتر غیر ممکنه. از اونجایی که افغانستان خودش یک کشور مصرف کننده گندم و غلجات است در مجموع، یعنی یک بخشی زیادی از غلجات نیازمندی های خود را ما از بیرون از افغانستان تامین میکنیم، واردات داریم و در داخل توان تولید یا ظرفیت تولید ما به اندازه نیست. نزدیک 2 الی 3 میلیون متریک گندم ما از تن گندم از کشورهای بیرونی وارد میکنیم، آرد و گندم در مجموع. خب با این حساب، با توجه به این که حکومت در خزانه خودش هیچ گونه ارز خارجی یا ذخایر خارجی نداره و در این حال کمک های خارجی مستقیما متوجه حکومت افغانستان نمیشه، تأمین این قدر گندم که بتانه کارگران بیکار زیادی را مشغول به کار بکنه و از طریق
تامین بکنه دستمزد اینا را بسیار دشوار است. خب چه فکر میکنین؟ عملا غیر ممکن است. بله چه فکر میکنین برای جلوگیری از بحران اقتصادی در افغانستان به نظر شما طرح بدیل این کار چی میتونه باشه و راههای دیگری هم وجود داره که گراف فقر و بیکاری در کشور کاهش پیدا کنه؟ به نظر من بهترین راه باز کردن قفل سیستم بانکی. پول نقش عمده در حل بحران ها در سطح جهان داشته، در افغانستان هم میتونه یکی از راه حل های ختم بحران یا قطع بحران یا کاهش رکود بیکاری، رکود بیکاری باز کردن قفل سیستم بانکی. به این معنا که امروزه سیستم بانکی ما منابع پولی بیشتر از سیستم خارج میشه و هیچ دریافتی و ورودی نداریم، لذا دوام سیستم بانکی بر این روش غیر ممکن است که ادامه پیدا بکنه و از طرفی هم بانک مرکزی توان تامین چنین نقدینگی را نداره، لذا سیستم بانکی از عهده‌اش بیرون نمیشه و این قفل و نهایتش منجر به ورشکستگی سیستم بانکی و بانک های کشور میشه. بهترین راه حل این است که باید کار بکنه که سیستم بانکی باز شوه، یعنی هم ما بتونیم ورودی داشته باشیم در سیستم بانکی، هم خروجی داشته باشیم. خب راه حل های مختلفی هست، راه حل داخلی هست، راه حل خارجی هست. اون چیزی که فعلا مؤثر است در اقتصاد افغانستان جایگزین شدن منابع مالی خارجی که به عنوان کمک وارد اقتصاد افغانستان میشد، تزریق میشد در اقتصاد افغانستان به صورت سالانه، فعلا باید جایگزین این تعریف شود تا بتونه اقتصاد را به اون حالت عادی برگردانه، تمام چیز عادی شود، تولید دوباره رونق بگیره، کاروبار رونق بگیره و سیستم بانکی هم این قفلش و این گره باید باز شود. در ارتباط با بحران اقتصادی در افغانستان گفتگو می‌کردم با محمد عیسی رضایی، استاد دانشگاه.